اشتیاق به تبدیل. اگر ما مشتاق این هستیم باید این کار. از کجا شروع کنم؟ در حضور خدا ذهنم رو بشورم، تراپی کنم خودم رو، افکار خستم رو، نگران رو، ترسان رو ببرم در حضور خدایی که میشناسم. اگر این کار رو نمیتونید بکنید، علتش این هست که نمیتوانید هنوز خدا رو بشناسید. نماز خوندن نیست عزیزان، نماز خوندن یک تراپی مذهبیه، تازه اگر بدانید چی داره میگه. اما در حضور خدا یک تراپی روحانیه که به توسط روح القدس انجام میشه و شفا ایجاد میشه. اگر خدای حقیقی خودمون رو بشناسیم، این تراپی خوب انجام میشه تا ذهن من پاک بشه. چرا که میدانیم همه موجودیت من به ذهن من هست، به افکار من هست. از این رو مولوی میگه ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. همش اندیشه است، همش فکره. از این رو کلام خداوند مدام صحبت از قلب میکنه، یعنی صحبت از افکار میکنه. آلبرت اینشتین نیز اعلام میکنه دنیایی که درست کرده ایم محصولی از افکار ماست. بدون تغییر افکار ما نمیتوانیم دنیای ما را تغییر دهیم. ایران عزیز ما زمانی آزاد میشه که ایرانی ها ذهنشون از هر بدی و خرافه آزاد بشه. دیگه استعمار نخواهد بود در ایران. تا افکارشون اسیر باورهای دروغین هست، ایران ما تحت استعمار قدرتمندان تاریکی خواهد بود. حالا من موقعیت سیاسی رو دارم عرض میکنم، موقعیت زندگیمونم همینگونه، روحانیمونم همین هست. افکارتو آزاد کن امروز، افکارتو آزاد کن. اومدی اینجا اجازه نده فقط یک پرستش باشه که خیلی عالیه، یک کلامی از کشیش رسول باشه، از کلام خیلی خوبه، اما اگر من و شما عوض نشیم چه سودی داره وقتی رو که گذاشتیم؟ که این وقت از طلا با ارزش تر هست، این رو بدونید، از طلا با ارزش هست. حیفه وقتمون رو بی خودی تلف کنیم و هیچی نیاموزیم. از این رو پولس رسول در نامه رومیان 12:2 اعلام میکنه هم شکل این جهان مشوید، شکلی که من رو تو رو میترسونه، نگران میکنه، خسته خاطر میکنه، افسرده میکنه. هم شکل این جهان نشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست، که انسان آفریده شد تا شکل خدا بشه. اما در مذهب انسانهایی که خدا رو نمیشناسن، اتفاقا این مذهبیون خدا رو شکل خودشون میآفرینن، طوری که خدا رو غضبناک میآفرینن، انتقامجو میآفرینن، ناعادل میآفرینن و میگن این خدا خدایی که وجود داره. حتی بهشت خدا رو نیز مکان شهوت برای خودشون مهیا میکنن. اون خدا رو مذهبیون آفریدن، بله، اما کتاب مقدس خدایی رو که معرفی میکنه، خدایی است که من و تو رو شکل خودش آفریده تا آزاد بشیم. فصل، فصل آزادی ایرانی هاست. قدر این فصل رو بدونید، قدر این فصل رو بدونید. ایران در مشکلات، جفا و سختی است، اما زمان زمان آزادی ایرانی هاست که ذهنشون آزاد بشه تا بتونن در جایگاه درست برای تولد تازه بایستن، تا دنیا رو به توسط قوت روح القدس تعلیم بدن، بله تعلیم بدن، برگردیم به جایگاه اصلی خودمون. از این رو هستش که هرگز مخالف جشن‌های ملی نیستیم، چون جشن‌های ملی ایرانیان یک پیامی داره برای دنیا، نه فقط برای ایران، و تازه داره دنیا میفهمه جشن نوروز چه اهمیتی داره. دولت جمهوری اسلامی هر روز میخواد اون رو سعی کنه که پنهانتر باشه و مفهوم اصلی خودش رو از دست بده. We'll be right back.